بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، الله متعال سپاس میگیم و شکر و حمد او را به جا میاریم که باز هم بر ما شما توفیق اشتراک در خطبه جمعه و نماز جمعه را نصیب کرد، و از الله متعال استدعا داریم اعمال ما را با وجود نواقص و کوتاهی هایی که داریم مورد قبولش قرار بده و وسیله بر نجات ما از عذاب ابدی جهنم بگردانه. موضوعی را که امروز انشاءالله در موردش صحبت میکنیم به سلسله حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امتش هست، و او ایست که بنده مؤمن معتقد باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت خودش را به صورت کامل و همه جانبه بر امتش ابلاغ کرده. ای از جمله حقوق پیامبر صلی الله علیه و سلم هست بر اساس گواهی خود قرآن کریم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور رقمی که از جانب الله متعال مأموریت یافته بود، مأموریت خودش را به صورت کامل و همه جانبه در ابلاغ رسالت الهی ادا کرده و هیچ کوتاهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادای مأموریت الهی وجود نداشته. و قطعا از نعمتهای الله متعال و از تمام نعمتهای الله متعال با کاملتر و همه جانبترش امیست که خود الله متعال در قرآن کریم گواهی می ده و می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین بر شما پسندیدم. در این آیه مبارکه در حقیقت چند موضوع به صورت واضح به عنوان شهادت و گواهی مطرح است. موضوع اولش است که هر چیزی که انسان‌ها به عنوان دین به خاطر زندگی خودشان تا قیام قیامت نیاز داشتن، الله تبارک و تعالی او را برشان توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم با ارسال پیامبر صلی الله علیه و سلم و با نزول قرآن کریم تمام کرده. چرا هیچ امری که انسان در زندگی خودش به عنوان یک امر دینی به اون نیاز داشته باشه را الله متعال فروگذار نکرده، و الله متعال چیزی را هم فراموش نمیکنه، و ما کان ربک نسیا، پروردگارت فراموشکار نیست. پس یکی کامل بودن دین است از جانب الله تبارک و تعالی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. نکته دومش ابلاغ این دین هست توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله تبارک و تعالی وقتی در اینجا از تمام شدن نعمتش خبر میده و از کامل شدن دینش، ضمن از او از کامل شدن ابلاغ این دین توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خبر میده. زیرا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این دین کامل الله تبارک و تعالی را به صورت کامل ابلاغ نمی کرد، نعمت الله متعال بالای ما شما تمام نمی شد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این دین کامل را به صورت کامل ابلاغ کرده تا ای که نعمت الله تبارک و تعالی بر ما و شما تمام شده، و در کنار از او کامل بودن این دین و تمام شدن نعمت الله تبارک و تعالی توأم و در کنار رضایت الله تبارک و تعالی قرار گرفته، و در آخرش میگه وردیت لکم الاسلام دینا. پس او شریعتی که و او دینی که انسان مسلمان باید بر مبنای از او الله تبارک و تعالی را عبادت بکنه و در تلاش رسیدن به رضایت الله تبارک و تعالی باشه، شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم غالبا حدود 31 شب بیشتر بعد از نزول این آیه زنده نماند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم امو دین کاملی را که الله تبارک و تعالی برش نازل کرده بود در میان بشریت ابلاغ کرده، و الله تبارک و تعالی فقط در اتباع امی شریعت است که از انسانها راضی میشه، و یگان راه بر جلب رضایت الله متعال و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت فقط اتباع از امی دین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بر انسانها ابلاغ کرده. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شما میدونین که نزول این آیه در حجت الوداع بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، و بعد از نزول این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش از صحابه پرسان کرد. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه میگه، حدیث را جابر بن عبدالله روایت میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ترکتکم فیکم ما لم تدلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله،
و انتم تسالون عنی فما انتم قائلون. ما شما را بر او راه قرار دادیم که اگر به او تمسک بکنین هرگز گمراه نمیشین. او اتباع از منهج قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکنه از صحابه که از شما در مورد ما پرسیده میشه و سوال کرده میشه، جواب شما چیست؟ صحابه میگن قالو نشهد ان انک قد بلغت و ادیت و نصحت. یا رسول الله، ما شهادت میتیم که تو رسالتت ابراغ کردی و مأموریتت را ادا کردی و امتت نصیحت کردی. فقال به اصبعه السباب و یرفعه الى السماء. رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت سبابه خود به طرف آسمان اشاره کرد و گفت اللهم اشهد، فروردگار تو شاهد باش که من رسالتت را ابلاغ کردم. و در امی حدیث هم رقمی که ابن کثیر نقل میکنه نزدیک به 40,000 صحابه در این حج به کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن و اونها هم گواهی دادن. پس بنده مؤمن ای لازم است از لحاظ اعتقادی معتقد و باورمند باشه به ای که آنچه را الله تبارک و تعالی نازل کرده یک دین کامل و همه جانبه است و هیچ نقصی در او وجود نداره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون هیچ کوتاهی امی دین کامل و همه جانبه الله تبارک و تعالی را بر امتش ابلاغ کرده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابلاغ رسالت الهی کوچکترین کوتاهی و نقصی هم نداشته. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در رساندن این دین بر امتهای بعد از او هم هیچ کوتاهی نکردن، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در امین جا از اونها هم تعهد میگیره که انسانهایی که حاضرن بر کسانی که غایبن او را باید برسانن. و الله تبارک و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این دستور را صادر کرده بود که حتما همه آنچه که الله متعال بر تو نازل میکنه را باید ابلاغ بکنی. الله متعال برش دستور میده که یا ایها الرسول، ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، همه آنچه را که الله متعال بر تو نازل کرده او را بر مردم تبلیغ بکن. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و اگر تو به صورت کامل و همه جانبه احکام نازل شده الهی را تبلیغ نکنی رسالتت را ابلاغ نکردی. و در ادای رسالت از هیچ کسی هم باک نداشته باش. چرا؟ والله یعصمک من الناس، زیرا الله تبارک و تعالی تو را از مردم چی میکنه؟ حفاظت میکنه. پس عموم موانعی هم که احتمالاً بتانه مانع ابلاغ کامل رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم باشه، مثل ترس از مردم یا ممانعت مردم، خود الله تبارک و تعالی او را به عهده میگیره و میفرمایه که والله یعصمک من الناس. و در آیات دیگه هم الله متعال بر پیامبر دستور میده که فانما علیک علینا البلاغ المبین، این از جانب خود پیامبران میگه که بر ما هست ابلاغ واضح و آشکارا. و در جای دیگه هم میگه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، وظیفه انبیاء علیه الصلاه و السلام نیست مگر ابلاغ بسیار واضح و آشکارا که همگی آنچه را که پیامبر میگه بدانن. و در جای دیگه هم میگه ان علیک الا البلاغ. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کامل دین را و رسالت الهی خود را تمام کرده، مثل که ابن قیم رحمه الله میگه که هیچ راه بر سعادت دنیا و آخرت وجود نداره مگر با پیروی از راه و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم. و توسط شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که طیب از خبیث و حلال از حرام و امر ناجایز از امر جایز و خوب از بد اینا تفکیک کرده میشه. و انسان مسلمان هرگاه خواسته باشه از راه حق و حقیقت پیروی بکنه، هیچ مسیر و هیچ نظامی و هیچ قانونی بجز اتباع و پیروی از منهج و قانون رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و نیاز انسان به پیروی از دین الله متعال مهمترین نیازمندی ها هست. انسان به اندازه‌ای که به دین الله نیاز داره به او اندازه به خوردن و نوشیدن هم نیاز نداره، به دلیل از اینکه هرگاه یک نفری برش خوردن و نوشیدن نیاید تنها بر از او یک مصیبت دنیوی عایده حال شود که ممکن به مرگ منجر شود. اما عدم اتباع شریعت الهی انسان را در شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت گرفتار میکنه. پس نیازمندی انسان به دین الله مهمتر از هر چیز دیگه است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این را ابلاغ کرده. عوامل و اسبابی که نشان دهنده ابلاغ کامل رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست بر مبنای آیات خود قرآن کریم هست. اول ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابلاغ رسالت بی نهایت حریص بود و قرآن کریم خودش این شهادت در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میده که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. هر آینه از جانب الله تبارک و تعالی برای شما پیامبری از جنس خود شما آمده که
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بی نهایت حریص است. حرص رسول الله صلی الله علیه و سلم در هدایت انسان ها بود و قطعا هنگامی که انسان بر هدایت انسان ها حریص بوده باشد، به خاطر ابلاغ حق و هدایت تلاش بیشتری میکنه. و قطعا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی انسان زندگی عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم را شما مطالعه بکنین، پیامبر صلی الله علیه و سلم در هیچ مرحله از ابلاغ رسالت کوتاهی نکرده. اگر در خانه بوده، اگر در بیرون بوده، اگر در مسیر راه بوده، اگر در سفر بوده، اگر در حضر بوده، از هر فرصتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ابلاغ رسالت آسمانی استفاده کرده و هیچ نوع کوتاهی از پیامبر صلی الله علیه و سلم نشده. و الله تبارک و تعالی خودش در مورد عموم رسولان الهی هم شهادت میده که الذين يبلغون رسالات الله ولونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. انبیاء علیهم الصلاه و السلام و رسولان الهی کسانی هستند که رسالت های الهی را ابلاغ میکنند و از هیچ کسی به غیر از الله نمیترسند. و قطعا این آیت گرچه در مورد عموم انبیاء علیهم السلام دلالت داره، به طریق اولا به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مصداق کامل پیدا میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابلاغ رسالتش از هر پیامبر دیگه که موفق تر بوده. و یک دلیل واضحش هم همیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امت ما به نسبت سایر انبیاء علیهم السلام در روز قیامت بیشتر است و حتی سایر پیامبران الهی به موفقیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابلاغ رسالتش غبطه میخورن. مثل که در احادیث معراج میآید، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان ها میره، غالبا در آسمان چهارم موسی علیه السلام را ملاقات میکنه. موسی علیه السلام از کامیابی و پیروزی پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابلاغ رسالت آسمانی غبطه میخوره و یک تعبیر میکنه، میگه بعد از ما جوانه که به پیامبری مبعوث شد که تعداد پیروانش بیشتر از تعداد پیروان ما هست. و به می خاطر، یعنی چون از لحاظ سنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از موسی آمده، یعنی از لحاظ سنی نسبت به او خردتر محسوب میشه، موسی علیه السلام به این غبطه میخوره. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در حدیث میفرماید که الله متعال برای ما امتهای قبلی را نشان داد، پیامبران قبلی را با امتهایشان نشان داد. ما پیامبری را هم دیدم که یک نفر هم پیرو نداشته، یعنی هرچه دعوت کرده یک نفر هم پیرو پیدا نکرده. و پیامبری را هم دیدم که دو نفر پیرو داشته و پیامبری را دیدم که تعداد پیروانش بیشتر بوده. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما پیامبری را دیدم که تعداد پیروانش بیشتر است، میگه آرزو کردم که ای کاش من باشم. جبریل علیه السلام برام گفت که این موسی هست همراه با پیروانش. بعد از او پیامبری را دیدم که پیروانش همه کرانه های آسمان را پیشانیده. بعد میگه جبریل علیه السلام به ما گفت ای تو هستی همراه با امتت. به می خاطر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به امت به نسبت همه پیامبران الهی بیشتر است و این نشان دهنده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تبلیغ رسالت الهی و در ادای مأموریت الهی از هر کس دیگه کده موفق تر بوده. پس مصداق این آیت در کنار از این که سایر انبیا علیهم السلام هم هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مصداق عزیز. و نکته دیگه است که خود الله تبارک و تعالی اسباب و عناصری را که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالت الهی معصوم نگاه میکنه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم آماده کرده. از جمله ای که هر آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمینه‌های دینی میگه بر مبنای گواهی صراحت آیات قرآن کریم وحی از جانب الله تبارک و تعالی. وقتی الله متعال در قرآن میگه که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمینه‌های دینی هر آنچه را که در زمینه‌های دینی میگه از هوای نفس خود سخن نمیگه. هر آن چیزی که پیامبر به غیر از قرآن هم در زمینه‌های دینی میگه وحی از جانب الله تبارک و تعالی. زیرا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمینه‌های دینی چیزی را به نام دین بر مردم بگه در حالی که از جانب الله تبارک و تعالی نبوده باشه، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را در این حالت تهدید به هلاکت میکنه. و الحمدلله که الله تبارک و تعالی این کار واقعی نشده که گویا نمزم بلا پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی از جانب الله متعال گفته باشه که از جانب الله نبوده باشه. اگر ایتو می بود، الله متعال خودش در قرآن کریم تهدید میکنه که ولو تقول علینا بعد الاقاویل، ای محمد اگر تو بعضی سخنان را از جانب ما بگی در حالی که ما برات وحی نکرده باشیم، لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين، دست راستت میگیریم و گردنت قطع میکنیم، یعنی تو را هلاک میکنیم و نابود میکنیم. اما عمل این رقم واقع نشده. پس همه آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از قرآن هم
توسط سنت بر امتش ابلاغ کرده، این وحی از جانب الله تبارک و تعالی است و این صریح ترین دلیل هست بر ابطال او جریانات منحرفی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را حجت دینی نمیدانند، اما جریانات منحرفی که به نام قرآنیون میگن ما تنها قرآن را قبول داریم، در حالی که به صورت متواتر بر هر عاقل ثابت است که غیر از قرآن هم چیزهایی را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما گفته. خب اینا اگر از جانب الله متعال نبوده باشه، پس الله متعال باید پیامبر را هلاک میکرد، در حالی که چنین چیز واقعی نشده. پس دلیل بسیار واضحه که عصمت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالت الهی که ولو غیر قرآن هم بوده باشد تضمین میکنه، خود قرآن کریم است. اولی که قرآن کریم تضمین میکنه هر آنچه که پیامبر در زمینه‌های دینی میگه وحی از جانب الله متعال است. دومی که خود قرآن کریم گواهی میده که اگر پیامبر غیر از وحی الهی چیز دیگه‌ای را بر مردم ابلاغ بکنه، الله متعال او را هلاک میکنه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این ترتیبی که قرآن میگه هلاک نشده، بلکه به مرگ طبیعیش بر اساس آنچه که در داستان های سیرت ما شما خواندیم رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. و نکته دیگه ایش که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در احادیث میگه که هرگاه ما چیزی را از جانب الله متعال برای شما گفتیم او را از ما بگیرید، و قرآن هم برای ما شما دستور میده که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما امر میکنه او را بگیرید، و از هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را نهی میکنه از او خودداری بکنید. و نکته دیگه اش هم ایست که قرآن کریم به عنوان اولین مصدر و اساسی ترین مصدر قرآن کریم را خود الله تبارک و تعالی تضمین میکنه که هیچ نوع تغییر و تحریف در او واقع نمیشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، هر آینه ما ذکر را یعنی قرآن را نازل کردیم و ما خود نگهبان از او هستیم. گرچه در یک تفسیر ایدی از علما مفهوم ذکر را عام میگیرند که شامل انواع مختلف وحی میشه، چه وحی جلی بوده باشه و چه وحی خفی بوده باشه. یعنی الله تبارک و تعالی در اول مسئولیت حفاظت قرآن را به عهده گرفته و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم به عهده گرفته، و آنچه که عملا هم واقع شده این مفهوم را تایید میکنه. یعنی شما ببینین در طول تاریخ امت زحمات بی‌نهایت زیادی که علمای محدث به خاطر حفاظت از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدن، و علوم مختلفی که در زمینه حفاظت از احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم از غیر صحیح متقبل شدن در تاریخ امت ها بی‌نظیر بودن. پس یعنی این مفهوم را هم اگر ما از آیه مبارکه بگیریم که منظور از ذکر در این آیات عموم وحی را در بر میگیره که وحی شامل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است، ان شاء الله مفهوم خطایی نیست. اما در اصل بله، مصداق اصلی از این قرآن کریم هست و قرآن کریم متنا و معنا از ابتدای تاریخ امت تا آل بر مبنای شهادت همه مسلمان ها حتی بر مبنای شهادت غیر مسلمان ها مسئول مانده. پس رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مبنای گواهی خود قرآن کریم بر ما شما به صورت کامل رسیده، و حتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ای را هم تضمین کرده که در این امت گمراهی و انحراف مثل سایر امتها عام نمیشه که همه امت در گمراهی واقع شوند، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر الله. الله تبارک و تعالی در میان این امت حتما طایفه و گروهی را بر حق نگاه میکنه که مخالفت هیچ کسی اینها را از مسیر حق منحرف نمیکنه و اینها تا قیام قیامت در میان این امت هستند. پس الله تبارک و تعالی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالتش معصوم حفظ کرده، و هم خودش گواهی میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دین را به صورت کامل بر امت رسانده، و در کنار از او اسباب و وسایلی که باعث شوه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت خود را کامل ادا بکنه در خود شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بوده، و الله تبارک و تعالی یعنی حرص پیامبر بر رساندن شریعت الهی، و در کنار از او حفاظت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردم توسط الله تبارک و تعالی صورت گرفته، همه آنچه را پیامبر در زمینه‌های دینی میگه خود الله تعال او را به عنوان وحی از جانب خودش تایید کرده، و ای که هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سخنی را هم در زمینه‌های دینی بر مردم نگفته مگر ای که وحی از جانب الله تبارک و تعالی بوده. و الله متعال هم قرآن کریم را به عنوان مصدر اولی از دین حفاظت کرده، و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در طول تاریخ امت با خدمات و زحمات بی‌شایبه علمای زبده در تاریخ امت حفظ شده و تعال هم در میان امت باقی مانده، و در کنار از او خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برای ما شما خبر میده که حتما طایفه و گروهی از امت بر حق هستن که هرگز منحرف نمیشن، یعنی مثل سایر امتها واری امت پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت عمومی انحراف پیدا نمیکنه، گرچه متاسفانه در میان مسلمان ها انحرافات زیادی شایع شده، اما ای که عموم امت منحرف شده الله متعالی امت را از انحراف عمومی هم حفظ کرده. و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که من شما را در حالت ترک میکنم قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنهارها،
ولا یزیغ عنها بعدی الا هالک. ما شما را به او شریعت ترک میکنم که شب از او مثل روز واری واضح و آشکارا هست و هیچ کسی از این شریعت انحراف نمیکنه مگر اینکه خودش هلاک میشه. پس یکی از جمله حقوق پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای ما شما به عنوان امتش است که باورمند باشیم به اینکه دین کامل و شریعت کامل را که الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کامل و همه جانبه او را بر امتش ابلاغ کرد و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان شاگردان ممتاز مکتب نبوت هم در ادای رسالت الهی هیچ نوع کوتاهی نکردند، نه در رساندنش و نه در حفظ از او، نه در حفظ قرآن و نه هم در حفظ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. به همین خاطر حالا ما شما وقتی بعد از قرنها از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم پیامبر صلی الله علیه و سلم فلانی سخن نگفت و با دلیل او را ثابت میکنیم، این امر در میان همه امت ها بی‌نظیر بوده. حالا وقتی من میگم پیامبر صلی الله علیه و سلم تو گفت و بعد میام مصدر از او را ذکر میکنم، اسنادش را ذکر میکنم، هر فردی از افرادی که در سند حدیث بوده باشه را هم میتونم ثابت بکنم که انسان راستگویی بوده، عادل بوده و دهی خطا و اشتباه سر نزده، این یک امر کاملا بی‌نظیر در تاریخ امت ها بوده. پس انسان مسلمان معتقد به این بوده باشه که دین الله متعال یک دین کامل است. دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مبلغ این دین این را به صورت کامل تبلیغ کرده و هرگاه کسی همی عقیده را نداشته باشه هرگز مؤمن بوده نمیتونه. و به همین خاطر هست که ما شما همیشه میگیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودش در احادیث همیشه میگفت که خیر الحدیث کتاب الله و احسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، صادق ترین گفتار کتاب الله است و نیکوترین هدایت هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و شر الامور محدثاتها و بدترین کارها چیزهای نوپیدا در دین هست و کل محدثه بدعه و هر امر نوپیدای در دین بدعت است و کل بدعه ضلاله و هر بدعتی هم گمراهی است. و به همین خاطر هست که امام مالک رحمه الله یک مقوله بسیار مشهور زیبایی داره. او میگه دین الله متعال کامل است، هیچ چیزی را که الله متعال انسان ها نیاز داشته باشه را بر نازل کردن از او فراموش نکرده و ما کان ربک نسیا، آنچه را که الله متعال نازل کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم در رساندن از او هیچ نواهی نکرده. به همین خاطر امام مالک میگه هرگاه مردمی چیزهایی را از خود در دین ایجاد میکنن به عنوان یک بدعت و بعد امی بدعت را نیکو میشمارن، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالت آسمانی خائن میدانند و یک عقیده بسیار خطرناک است. پس ایجاد هر امر نوپیدایی در دین به نام دین مردود است و حفاظت از دین زمانی میشه و عقیده یک نفر در مورد دین زمانی کامل هست که هر آنچه را که در قرآن و سنت انسان ها نیاز داشتن الله متعال را نازل کرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایرا ابلاغ کرده. پس یکی از حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما شما امیس که معتقد باشیم رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت الهی را به صورت کامل رسانده و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تا بعدها انتقال دادن و هرگاه کسی این عقیده را نداشته باشه هرگز از مؤمن و مسلمان بوده نمیتونه. این یکی از حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و ان شاء الله حقوق بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم در هفته های بعدی ادامه میدیم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك.